از کلوچه‌های خوشمزه خاطرات خیلی خوبی داریم، خاطرات شیرین و به یاد موندنی. اما در محیط وب کلوچه‌ها یا همون کوکی‌ها میتونه خاطر انگیز نباشه و به جای خاطره برای ما مخاطره ایجاد کنه. کوکی یک فایل متنی کوچیک هستش که توسط وب بروزرها به منظور ذخیره اطلاعاتی مانند ایمیل آدرس، شماره تلفن و همینطور بعضی از پسوردها و سایر تنظیمات و اطلاعات شخصی که کاربرها در اختیار اون سایت قرار میدند و به منظور شناسایی اون فرد و یا اون کاربر به توسط اون سایت مورد استفاده قرار میگیره. به عنوان مثال شما برای جیمیلتون زبان فارسی رو تنظیم کردید و یا اینکه برای فیسبوک زبان فارسی رو تنظیم کردید و مشاهده میکنید که دفعات آینده که وارد سایت فیسبوک و یا همینطور جیمیل به عنوان مثال میخواهید بشید، صفحه مربوط به ورود، پسورد و همینطور شناسه خودتون رو به همان زبان فارسی خواهید دید و در زمانی هم که لاگین میکنید به این سایت ها و یا جیمیلتون صفحه رو به صورت فارسی مشاهده خواهید کرد. خب تا اینجا که همه چیز خوب و شیرین بود، اما یه سوال پیش میاد، اینکه اگه که ما به این راحتی در واقع در محیط نت شناسایی بشیم، آیا امکان نداره که مورد سوء استفاده افرادی قرار بگیریم که نیت‌های سویی دارن؟ در واقع شاید بارها دیدید که در سایت‌های مختلف و البته غیر تبلیغاتی و تجاری هم شما وارد میشید، اما در گوشه‌ای از کادر اون سایت تبلیغاتی رو میبینید که به صورت ثابت و مستمر از یک سایت و یا یک شرکت تبلیغاتی مشخص برای شما به نمایش قرار داده میشه. اینها نشون دهنده اون هست که این سایت و یا این پایگاه تبلیغاتی کوکی هایی رو بر روی براوزر شما قرار داده که بر اساس و بر مبنای اون شما شناسایی و این نوع تبلیغات برای شما ارسال خواهد شد. خب مشخص است که از این طریق شما و سیستمتون و همینطور براوزرتون در فضای اینترنت به صورت کامل شناسایی شده و به توسط این سایت های تبلیغاتی برای شما این گونه بنرها ارسال میشه. از همین جهت هستش که ممکنه کوکی ها امنیت هویت و اطلاعات شخصی شما رو در محیط اینترنت در خطر قرار بدهند. خب بله، شنیدیم و دیدیم که این کوکی ها یا کلوچه ها در محیط سایبر خیلی هم میتونن شیرین و خوشمزه نباشند. ما با توجه به وقتمون در این برنامه سعی میکنیم به نحوه مدیریت کوکی ها در جستجوگر گوگل کروم بپردازیم و در برنامه بعد میریم سراغ فایرفاکس. پس الان میریم سراغ گوگل کروم. خب بله، خیلی ممنونم. الان در محیط گوگل کروم هستیم، جستجوگر کروم، و تصمیم داریم که ببینیم چگونه میتونیم کوکی هایی که از قبل بر روی بروزر ما اجرا شده و قرار گرفته رو حذف کنیم. راحت ترین کار و مؤثرترین کار این هستش که ما از کلید های کنترل، شیفت و دیلیت استفاده کنیم با من شورت کی برای دسترسی به صفحه تنظیماتی که برای حذف کوکی ها در کروم قرار گرفته. پس کنترل، شیفت، دیلیت. این صفحه باز شد. همینطور که میبینید گزینه هایی رو مشخص کرده: Browsing History, Download History, Cookies and Other Site and Plugin Data و همینطور کش ایمیج ها و فایل ها و پسورد ها و و و. خب ما اینجا میتونیم با برداشتن هر کدوم از این تیک ها اون اطلاعاتی رو که میخواهیم دیلیت نشن و حذف نشن رو انتخاب بکنیم، اما اگر همه اینها باشند تمامی کش براوزر ما حذف و خالی خواهد شد. اما خب شاید سوال ما این باشه که اصلاً ما می‌خوایم کوکی ها روی براوزر ما اجرا نشن، قرار نگیرن، بعد چه کنیم؟ در همین پنجره که قرار داریم وارد کانتنت ستینگ میشیم و در این بخش که مربوط به کوکی ها هست میتونیم انتخاب بکنیم که عکس العملی رو براوزر ما انجام بده. طبیعتاً گزینه‌ها مشخص است: Keep local data only until you quiet your browser. میگه همه رو نگه دار تا زمانی که من براوزرم رو می‌بندم، و یا کوکی های شخص ثالث رو فقط بلوک بکن. من پیشنهادم اینه که شما این دو گزینه رو کلیک کنید و اجازه بدید که کل براوزر شما کوکی رو روی خودش اجرا نکنه. البته اگر بخوایم که یک سری از سایت‌های خاص و قابل اعتماد به مانند فیسبوک و یا حتی جیمیل رو معرفی بکنیم به براوزرمون به جهت قرار گرفتن کوکی ها، میتونیم منیج اکسپشن رو کلیک کنیم و سایت‌هایی رو که می‌خوایم در این پنجره و در این باکس
وارد کنیم. همیشه گفتیم و باز هم میگیم که آرزوی ما در تکنویس امنیت شماست در محیط سایبر. دوست داریم که با ما همراه باشید. برید سراغ پست های ما و اونا رو لایک کنید در فیسبوک، همینطور به سایت تکنویس سر بزنید. اونجا هم میتونید پست های ما رو ببینید و خب به هر حال نظراتتون رو در اونجا بذارید، برای ما انتقاداتتون، پیشنهاداتتون و هم اینکه پست های ما رو در فیسبوک به اشتراک بذارید. سپاس از شما. من شهرزاد از طرف خودم و گروه تکنویس برای شما آرزوی موفقیت دارم. بدرود تا برنامه دیگر.